ای سلام بچه ها، خوش اومدید به هود ولاگ دادخواه. دادخواه یکی از آرتیست های مورد علاقه منه که از موقعی که حدود 3 سال و نیم پیش من اون ویدیو راجب کاکاکورو رو درست کردم که اوجی های کانال احتمالا میدونن، یه سودو فکرم 800 تا ویو به 1000 تا ویو هم نرسید که پرایوتش کردم. از موقعی که اون ویدیو رو درست کردم خیلی سفت دارم ساشا رو دنبال میکنم، یکی از جذاب ترین آرتیستایی که تو ایران داره فعالیت میکنه، یکی از اکستریم ترین گرافیتی آرتیستایی که تو ایران داره فعالیت میکنه و از اون موقع منتظر بودم که بتونم توی فرمتی مثل هود ولاگ برم پیشش و از ایده تا اجرا باهاش باشم، ببینم که نگاهش به دنیا چجوریه، چجوری راجع به این مسئله و موضوع کارهایی که داره میکنه فکر میکنه. و امروز این فرصت رو به ما داد ساشا که باهاش بتونیم یه روزو بگذرونیم و اینکه جلوتر میبینم اتون که میشه سجاده نشه میکرد. بگیم سند ماشین گفتم جوینت بزنیم مد بریم یا چیپس. من جوینت نمیذارم. من یه بار سر این زندگیم بگارم، سر این شوخی، این شوخی که نیست الان، ولی شوخی نبود. من اینجا بود که فکرم سال اول تهران اومدنم بود، داداش که از رفیقام، آره دقیقا دم ورودی سه تا بلوگ. ببین یه ذره بوی ادرار میاد، آره گرمم شده پاریس میده کسان. من شهر استاری بودن یه جوری استفاده کردم، نکن نهایت سوبسیدی که میتونستم از دنیا گرفتم از شهر استاری بودن. هر مشکلی پیش میاد و شهر استاری بودن حله. با مواد گرفتن داداش میخوام، من از شمال اومدم مسافرم داداش چیکار کنم؟ خدمت میکردم واسه کلانتری، یکی رو براشون آوردم با چک و لغت، شمالی هم بود دسته بر قضا آورده بودنش. میگم ببین دو تا سامسونت ازش شیشه در آورده بودم، گفت ما که کاری نکردم گردن، ما که کاری بلند بلند واسه ما که کاری نکردم اینا رو دادم به من. داداش از یه پیرزن تو یه روز 5 تا چک خوردم تو لباس خدمت تمام. بچه‌شو گم کرده بود و حرفمو نمیفهمید، میگفتم بچه‌ت اینجا زاب تو میام دستو میبرد بالا پیرزنه من، این ترکای تبریز سفت دستش میام از کف پای من بود یزید دو تا چک بند همین کاراش شد همینش. آخرام بچه‌ش تو سزا دو نبود و رفت، فقط 5 6 چک من خوردم کارش شد. آنیلا رو میشناسی؟ آنیتا، آنیل، آنیلا، آنیلا، آره میشناسمش، آره آره من با آنیلا با حال رئال رئال میکشه، آره آره رفت از ایران فکر کنم به دو هفته پیش رفت اینجا نبوده. نه نه نمیدونم بکنم میرفت. من با شالا کار نزدم، ندیدمش. تا اون جزء معدود گرافیتی آرتیست هایی که ندیدمش اصلا. من جدیدا شناختمش، من چی از بابولی بودن شناختمش. فکر کنم تازه اومده تو بازی اصلا، خیلی وقت نیست تو بازی فکر کنم، نمیدونم. ولی یهو میبینی یه سند اوجی ترین گرافیتی آرتیست کیه فکر کنم کی؟ اوجی ترین گرافیتی آرتیست ایران، اوجی اوجی همه تو لول خودشون اوجی ان. ببین چون بازی نقاشی، آره. بازی دست خطه، آره. هر کی یه جوری دست خطی داره، هر کی اندازه خودش لجنده، میگیری هر کی یه تپر ریده روش، آره میگیرتش. ولی لجند اونجوری نداریم، همه نقاشی بلدن از نظر من. یعنی مشخص نیست از کجا اومده، یعنی اون تو ایران، آره آره تو ایران. ببین بودن یه سری مثلا الون و شات اوت تو، آره الون شات اوت تو الون کجا سر ایران نیست؟ نه ایران نیست، الان خوب بوده، الان خیلی خفم، یه موقعی که هیچکی نبود، آره الان خفن، یه ذره فقط مقاله هایی که می نویسه تنده هاجی می دونیم بودن، خیلی گرافیتی آرتیست بودن که شاید اصلا اسماشون هم به گوش ما نرسیده باشه، آره. اصلا بیسکویت کورو رو نمیدونم اصلا نمیشه سن، آره اینا دیگه خیلی قدیمی هست، بیسکویت کورو هم سیکریوان. اون بچه ها چی شدن؟ قدیمی های گرافیتی چی شدن؟ همه بگاه رفتن هاجی، زندگیشون رفت سراغ زندگیشون. آره اکثرا یا رفتن سراغ زندگی، قدیمی ها تعداد کمی موندن که هنوز دارن فعالن کار میکنن، اصلا هوشوار خدایی اصلا، آره. فکر میکنم 84 اینا داره کار میکنه، هوشوار خیلی قدیمی، آره قدیمیه و هنوز سر پا دمش گرم، آره بابا داره میزنه کار میکنه با حال اینجوری مثلا. ولی اکثر قدیمی چون نیما میدونی بازی گرونی هاج، آره. میدونی من با اسپری رنگ مثلا 800 تومانی 1800 تومانی 2 تومانی اینا شروع کردم، الان دارم مثلا برو داش پیرانی بازی برو اول فست مولا میای بری تو، آره دیگه یه ذره بازی گرونیه چون اسپری گرونه نمیصرفه داش، هر کسی نمیدونه چی شد اسپری یه اونقدر تصاعدی گرون شد. چون تو ایران همه چی گرون میشه دیگه، فاکی وقتی آب معدنی اومد تو 500 میخریدیم الان شده 6 تومن، بعد انتظار داشته باشه اسپری مثلا از 500 تومن شده 500 تومن، آره دیگه آفرین الان مونتانا اینا هاجی 500 اینا پولش شد دیگه، آره گرونه. نه بیا برو ولی آره رفته ذره تو اونجا اون سر این قضیه، همه هم خدایی الان هر کی کار میکنه دمش گرم عجیب داره میذاره، نه آره بابا ورودی نداره، آره. اصلا این بازی خیلی کم داره، تعداد کمی فکر میکنم دارن در میارن، اما فقط فکرم الون باشه و بسن دو سه نفر دیگه که تونسته باشن این مسیر رو کریرشون کنن، نه؟
میشه گفت. آجی من فکر میکنم گرافیتی همیشه واسه همه کسایی که توش بودن شغل دوم بوده، حتی تو آمریکا هم مثلا. نه شغل اول بوده. آها میگه شغل دوم بوده. آها مکمله یارو. فهمیدم چی میگی. یارو یه حاصل دیگه ای داره. آره. داداشم گرافیتی زده قبلا. آجی داداش قبلا اصلا تو بازی بوده ولی اون مول یه دوره قدیمی مثلا هر کی مثلا نزدیک این جماعت بود همه این کارا رو کرده. آره. برای خود من داستان اینجوری بود که مثلا به همش یه توکی زدم ببینم تو کدومش خوبه، مثلا با تمام درکتم. آره فرشاینا همه همینطوری بودن. آره مثلا به اسمی کریری داشته باشم رفتم مثلا یه تایم این کار انجام بدم، همه مثلا یه مکسی همه سوار شده زدم حسین پاپی هم همینطوری بود. ولی مثلا بله همه آجی همه یه توک میزن. خب تو اکباتان یکم با هم گشتیم چیل کردیم، آریان باید از همون جدا میشد و بعد از اون رفتیم سعادت آباد، یک کانال خیلی لژندری که توش یه جوره یه اوپنر گالری، یعنی بیشتر از هر چیز دیگه، یعنی اگه بخوایم به عنوان یه پاتوق بهش نگاه کنیم اسم میکنم کم لطفی میکنیم در حقش. واقعا یه گالری فضای بازه که یه مجموعه از جذاب ترین کارهایی که تو طول سالها گرفتی آرتیستایی که خیلیشون الان دیگه با ما نیستن، توی ایران نیستن یا اصلا شاید توی کامیونیتی دیگه نباشن، زدن و جاشون باقی مونده. ساشا به ما آرتیستایی که اونجا کاراشون تو طول زمان زدن رو معرفی میکنه و به ما این اجازه رو میده که یه پروژه رو از 0 تا 100 باهاش پیش بریم. آقا بفهم خوش اومدین. میگن گرافیتی آرتیست کتونیش خوب نباشه اصلا آرتیست نیست. خدا گنگستر با کتونیاش خاک میکنه. اینجا چند سال معروفه واسه کار دادن؟ خیلی وقت تقریبا، ولی اونقدر نیست. مثلا یه سری کانال خیلی قدیمی تر از اینم بوده که دیگه دخلش اومده دیگه. اینم واجی تازگیه. من اومدم یه سری کار بزنم، یه دونه از این افغانیای بالا یقم کرد، خفتم کرد و گفت بابا نرید پایین، اینجا زدن آدم کشتن فلان، انداختن جنازه‌شو پایین، مامور میره میاد. گفتم نه بابا. گفت آره واجی، ولی یه ما خودمون میمادیم کار نه بزن. بابا اگه اینجا فنس زده باشن اوضاع بگاهیه، اگه نزده باشن هیچی نیست. نزدن؟ نه حاجی تلا باید ببین اینجا کولر جوبی طبیعیه داشت هست. نه بابا به مولا میبینی باید اینجا میاد. کارتون خواب خورش اینجا پر زامبیه داشت. من و آرمی سازمان یه ولاگ میخواستیم بگیریم بریم این تو. ما هم پول نداشتیم. یادت باشه اینجا همه جای دیدنیه این کار. آره جا خواب بادیه که از تو این تونل میاد و بوی سنده رو با خودش به همراه داره. این کش کجا میخوره؟ آجی بچه ها یکی دو سه رفته بودن دیگه بیخیال شده بودن اومده بودن، یعنی سگ دیگه یه جایی نمیذاره. ولی فهم میکنم آجی اصلا بری اوج اصد مصد هم میبینی. آره آره چون اصلا دوش خار زمستون اومدم اینجا، این آبش همینه. نه او به مورد این توش پر جسده به قرآن جنگ و مثلا کار خفن چی داریم توش؟ این توی چی نهاریم آجی؟ تو راب مرابه. نه تو راب مرابه. من میبینی یه صدای آره یه همچین شعری میاد. یه بزرگی که از دوستامونه دقت کنیم پشتت که میبینی یه صورت خیلی گنده است که ماسک داداشه. خب آره آره دیدم نصفش. آره و این عزیز اومده روش کار زده، دوست خوبم. این اینجوری مش اینجوری دشمنی ایجاد میشه. آره دشمنی خب. از اینجا استارت میکنه. ما چون تعدادمون کمه اونجوری به دشمنی نمیرسیم. امضا کیه؟ اسمی سایه است. آره این مال لتر آرتیسته و اینا گرافیتی فونت میزنه، اسمش سایه است. باحاله ولی قراره چجوری تا اونجا بردی؟ پاکش الان. ها ماسک رو چجوری آجی یه دسترول دو سه متری داشتم خدا کجشون کنه، ازم دزدیدن. آره با اون زدی؟ الان رفتم اون سری ببین کجا زده. حالا اینجا بلو آجی اینی که این بالا زده بلو زده دیگه تو ایل. آره اینو چیش نرفت از بالا بیاد بزنه؟ نه نه از همینجا با هم نه بابا سند فیلماش هست من دارم میزنم داره میزنه از اینجا و کینش پاره شد. میگم اینجاش تو شبیه هادی چوپان باد کرده بود نوری دیده شده. کار چند روزه این؟ کدوم؟ کار چند ساعته؟ چند ساعته؟ آره آره کار ببین کلن اینا هاجی این هم که میبینی الان این داشتیم کلش کار دو ساعت. نه بابا چون گشادی ها یعنی خبری نی کلن بچه ها همه چیز هم فیسلس هم بخوای حساب کنی. ما ها هم ریختیم بیرون داشت یه تئوری خیلی ساده سیستم بخواد بگیرتت ریسلس باشی نباشی میگیرده دو سوته تو جات آجی میگم تو خونه اینجوری میاد پس تو میگیری میبارتت میگیری پس چرا بگی صورت همو نشون ندن. یه سنت قدیمی تو گرافیتی ها من بهش بی‌احترامی نمی کنم ولی فازشو نگیرید الان که عصر ارتباطاته. اون موقع مثلا یارو بیاد شل بریم پایین اینا جو نوشیدنی ها رو هم بریم کار ببینیم. آره همینه آجی بیا بزنیم. اوه چه گالریه اینجا. آره گالری هنری قشنگ چقدر خوشگله. چی شد؟ نمیفهممش چی؟ چه کار با حالی زده این؟ پی پی آه
پی پی آرت به قول یکی از داداشا چاقال گرافیتی شاید تو بلو بعد دیوونه بلو آره بلو جدی آره بمبیه بلو خیلی دیوونه هستین دیزوردره ایلار کیه؟ ایلار ایلار ایسلو رایده مخفف ایسلو رایده آره اسم کروشونه هوشوار و بتل و بلو فکر آها بتل هم تو همین اکیپ آره بتل من سیر رفته بودم یه ایونتی برند لباسش بود چه خسرو اینجوریه که کلا نظر من یه خرابکار تو ایران باشه وندال اصلیه بومبر باشه آره. مثلا تک بزنه سری داشت من رفتم با این بابا پا دیوار رسیدم داشته اسکچ میزده گذاشتم زمین زده رفته سریه داداش خب برنامه اینم هست میگیری این دیزوردره قبلا اسمش بیتو بود الان دیزور آشتنی. این هم که داداشم اکوانه دیگه اکوان از کاراش معلوم هست اکیو اکوان آره اکوان هم بد دیوونه هست این دوتا دوستای گرما به گلستان و آره اینجوری من با بلو هم کروی هم بودم هم زمان ورد گیم ما هم کروی بودیم خب این کار توه این کار کیه آره اینا فست شت های داداشه مال خیلی مال فکر کنم یکی دو سال میشه نه و چقدر میمونن اینا معمولا نیمه اونجا چقدر کانال چون نمیان بچا کار بزنن بعد اصلا میگم داداش چون هزینه بر شده همه چی یه ذره اصلا خلوت شده قبلا دوش رنده همه کار میزدن تو هفته الان میگه دوش تو بخوای یه کار بزنی خدایی یا که الان بچه ها میمارم هستن و اکوان و اکوان کدومه؟ اکوانه؟ اکوان تهیه است تهیه است؟ آره این بلوه بلوه یل آره این همیشگیه آره مینه شاید تاو تو مین مین واقعا آرتیست خفنیه بایسا این ماره؟ این آره کلن از استایلش چیزه استایلش یه نقاش آجی آره. فاکین نقاش رایتر خوبیه مثل هوشوار مثلا این دوتا رو من توی لول میدونم آها آها تصویر سازم بیشتر آره آدا رو میشناسی آدا کاراشو دیدم آره آره داداشم افتخار جنوب آدا خدا وکیلی جدی بچه کجاست آره بچه جنوبه نه بابا افتخار جنوبه داداش به نظر من دیو جنوب چجوری مثلا یهو یه نفر تو جنوب گرفت آرتیست واسه شو گرفت آرتیست آجی از سر فیسبوک شروع شد آها این واسه شدن یعنی همه اینا که میبینی از اون دوران از سر فیسبوک هم دیگه رو دیدن و بعد بالاخره قلبش تهران بوده آره آره میگیرم که همه سر میخونه ولی مثلا آدا اکوان نمیدونم اکوان هم اگه تهرانی نه اکوان اصفهانه البته الان تهران زندگی میکنه ولی دیو اصفهانه اکوان این کارا رو نزدیک ببین مثلا به دیو اصفهان اکی معروفه این کارو داره و این کارا رو منو اکی با هم زدیم اینو از اینجا به اینور ببین ها دو تا با هم زدیم منو اکی و بلو. یعنی این دوتا که با هم این بلو و خود اکی یا کن چس قطره ای داره میریزه تصویر سازی های سفت اکی آره حاجی ایلوستریشنش خیلی درسته میشه حتی اینم عادی آره، نیست آره آره اینم گربه است گربه هم بچه مشهد گربه رو میشستم آره گربه بچه مشهد نه مشهد بوده آره اینا میوه های مشهد هم مشهد چجوری اینقدر هیپ هاپ داره اینقدر هیپ هاپ داره من پشمام میریزه هیپ قدیمی آره بابا همه شون خفنه اینو نهیده بودم اومدم اینو ببینم این هم جدیده چی اصلا نمیدونم چیه پاریخ زده امضا هم نداره فکر میکنم یه هنر یا سفارشیه یا احتمالا واسه یه فوتوشوتی چیزیه احتمالا. آره این مثل حکایت اوکسو دیگه من خودم اینجا توراب برای اوکسو زدم جدیم؟ آره این کاری که این زیره واسه ومبرین و بلاینده قدیمیه فونته؟ قدیمیه آره یه فونته یه دست این وسط بود یه حاشیه هم یه تایمی درست شده یه پسری واسه تیتو خب؟ از استنسیل کارا صد دوروریای بلکند بوده میاد یه دونه تو دست ومبرین میکشه پیستاپ کیلو اینجوری میذاره تو دسته یارو بود یعنی روش اینو زده بود پیستاپ اومده این کارو زده بود بعد اونا بهش کچه گفته بودن یه دونه کشه این اومده وسط اون کار زده میگیری یعنی اون زده دست داداش بود الان فاکتورایی که اینا رو میبینی مثلا میخوای گرید بندی کنی کیفیتشون رو چیه خطاشه فقط حال میکنم این ترکیب رنگش رو دوست دارم آره این کار رایتره خفنه فکر کنم کار این یارو چیزه است وی ان سی اینم زده این که اکیه این اکوانه این یکی رو تگ وی ان سی زده آره این اکوانه آره تصویر شبیه تصویر شده این اکوانه اصلا لبه تزریق شده با براش میکشه اکی اسپری قلم اسپری هممون داشت همه جوره از همه چی کار میکشیم به وجود میاد اکیپ جدید مستقل آره ولی به خاطر اینکه میگم هم هزینه زیاده آره. یه ذره جو خود گرافیتی هاجی بچه ها یه ذره مینی مهمونداری نمیکنه آره نگاهیدم خیلی زیاده سفره داری نمیکنه آره. اصلا از نسل اولی ها خیلی ها هستن که بدفازن واقعا یارو اصلا فهم میکنه خودش خدای بقیه دیگه مثلا شاست بوده مینی همشون زحمت کشیدن کار ندارن ولی مشکل همه ما ها من هم شاید یه جاهای اینجوری بودم مثلا به اصطلاح تویه اومده یه دستی انداخته و ما نه بابا
سو گالری رو میشناسی؟ آره. این لوگو سوه. نه بابا. حالا چه داستانی داره فتوشوت اینجا؟ چه داستانی داره اینجا زدن؟ احتمالاً سر یه پروژه چیزی بوده. داستو چکش توره لوگو. اینم کار اکبانه. اینم کار اکبانه. آره. اکبان یه اکبان یه سری یه ست اسپری خریده همه. آره. ببین خیلی مخشوار میکنه. جی ساجی من اکیو بد هستم. احتمالاً حالا امروز شب بیاد یه سر ببینیم. چقدر زیاد کار این کار منطقه. منطقه؟ آره فکر کنم منطقه. اسم منطقه من شنیدم. اسم منطقه چی داره؟ یعنی تصویرساز کلاژ آرتیسته میشناسنش؟ فکر میکنم آره به درد گرافیتی آخه آجی فرق داره خیلی فاز گرافیتی از داره داستانش فرق داره. یه سری کار عجیب غریب هست و خیلی خوشگله در نهایت. ولی آجی کاش بیشتر کار بزنیم میدونی؟ یه ذره کمیم بابا زیادتر شیم میدونی ما رسانه نداشتیم گرافیتی دیتوری نداریم. مثلا بچهای بی ام ایکس من بلاگ قبلی گرفتم مثلا یه تاریخ دارن مثلا فکر کنم یکی مثلا 20 تیر اینا چرا ما هم داریم مثلا اون تاریخ مشخصی نره مثلا گرافیتی جم میگیریم. آها میگیریم اکثرا وی پاپ این ایران و اینا بعضی وقتا مثلا تو این چند سال گذشته وی پاپ بوده گرفتن و اینا باحاله. ولی میگم میدونی مثلا فاز این که اکیپی بیای یه جا خودت پیدا کنی چیل کنی مثلا کار بزنی نداره. آره دیگه چون به اثبات نداریم. الان آره. 20 نفر آدم بیام تو این کانال وایسیم قطعا یه گنگکاری آره، 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 آره. میدونی یا زنگ میزنن اصلا کسی هم زنگ نزنه خودشی 20 نفر باشون داستان خودمون میشه. 20 نفر صدا داریم آجی دور آره. جوینت داریم آره. نمیدونم هزار تا داستان داریم. ولی در نهایت باید آجی واقعا بفهمیم کنم بیشتر شیم میدونی خیلی کم کار میکنیم. گرافیتی آرتیست ها چند درصدشون از ایران میرن بعد اینکه به یه لولی از موفقیت میرسن؟ فکر نمی کنم تو اون روند رفتنشون ربطی به گرافیتی در نهایت داشته باشه. آره میگم اما اول هم بهت گفتم یه چیزی مثل مثلا کریر دوم آره کریر دوم محسوب میشه میدونی. من مثلا من تمام این سالها نقاشی کشیدم گرافیتی زدم آشپزی کردم دیل کاریم لباسه یعنی کار اصلی من شغل اصلیم آشپزی و مثلا لباس و اینا بود از اولم. از اول که لباس نه از اول کافه میری آره. مثلا میگم شغل دوم چون هزینه داره آجی تو باید یه جا در بیاری بکنی تو شکمش اگر خودش در نیاری. متوجهم. من مثلا شاید سالی نمیدونم 100 میلیون 200 میلیون رندوم از سر کار سفارشی آره. و بومایی که میفروشم مثلا در بیارم. ولی این یه چیز متغیر فاکینگ. حالا حساب کن هر کسی با رزومه و اندازه خودش نمیادی در بیاری. آره این رو گیرد اصلا ردیف سختی های گرافیتی به این آره به این هست به این گوی هست با پارکور کارم باشی تو نیم لیول بدون اینه یه پیرمردی اومده بودش نگاه نگاه میکرد نه اما خبری نید تو جوبیم دیگه سری پولیس اومده تو همین رو داشتم میزدم اومد اینجا گفت چیکار میکنی؟ بیا باشی نگاه شیم فهمش تو چوب دارم نقاشی میکشم دیگه از این بدتر رفت هم بابا چی میگی کس برو دنبال یکی برو بابا اصلا برو دنبال کاسب شیشه کس کن من رفتم پولمو دادم دارم با شهرداری میجنگم با نمیدونم با جیب خودم میجنگم با اعصاب بابام میجنگم با روان دوست دختر و رفیقام بابا ول کن برو کس کن سه ماه کونه بردی هم اینم یه قورباغه زده فکر کنم چون از ایران رفته حاجی شاید تو تازگی فکر کنم اومده باشه ولی فکر کنم این کار الان ازش تو این کانال هست که بخوای شات اوت بدیم بهش و اینا خفنه بیک بی از کاراکتر آرتیستای فکینگ چیره دست ایران از نظر من واقعا اوجی کاراکتراش خفنه. یه دونه تازگی رخ بیگیو زده بود پشمام میریخ. با یه بابایی رفتیم مستند چند سال پیش بگیریم اسمش تالارمین بود مال خودم بود نیومد مستند چی ام گرافیتی مترو میرفتیم کار میزدیم دیدم کاراتو دیدم اون کاراتو میگم اون موقع اصلا فاز وبسایت فاز فیلان داشتیم ولی آره رفتیم اونجا یه نصف شب این گفت بریم پایین شهر تگمگ بزنیم و اینا داشت پایین شهر ها مادی میگم بهش گفتم یه جا رفتیم این کارتون خوابا دورمون کردن یه فیلم بردار این بود دور از جون داداش پیاده شدم ماشین میگم 80 میلیون دوربین و ساله مثلا 95 کشید بالا از توی راسته پاتوخ تو خزانه زامبیا ریختم بیرون نه فیلم میگرفت یه موتوری اومد میگم داشت لنزو گرفت گلنجشو شیکون رفت داشت خار دوربین خواهیه داری کاری بکنه شد دورم اون کردم به من به اون یارو گفتم گفتم ستون چاقو داری بودم سنداخون واکت بدی بدی بدی
نمیفهمن خوردن اصلا. خدا میگم چون سفیدمون کرد اونجا. آخر یه ساب مغازه‌ای نمیدونم اون چه شیشه ای میخورد ساعت 7 صبح رسید. ما تکودو بودیم اصلا 5 صبح به مونه تو تکودو بودیم. 7 تا جیم گسکش اومد در مغازه بود بالا همه زامبیا رفتن. نه آره اینجوری سمت اینطوری خیلی. یه دوش پیرمرد اومد یه جیغ زد همشون رفت. مستندسازه ولی باخت داده بود تو پایین شهر. اونجا رفته بود جیه راش گرفته بود توی شاید درست هم شد دروازه قارتو نهایت رفته بود. آره همون سمتا یه بچ اجاره‌ای روی دون از این کیسه آشغالا نشسته داره میده نگم برات اون کسخل شیشه خور از این ور واسطه این داره فیلم میگیره همون ور اینو که به پای بچست میگه و اینو میبینه میاد به این دوربین از دستش برعکس افتاده رو زمین داره ریکورد میکنه نیمو بهت بگم سی تا چک خورد جلوت چکوتپوری مثلا ملت فکر میکنن همین ملت میکنن همه جا فرشته است بابا چقدر رویایی اینو ببین صد یه گرافیتی آرتیست با این زندگیش گایید این آرو قراره بچه با این آر خدافزی کنین آره روناک هم هست یه سیبیل وسط پول وایستاده من چشم ضعیفه نه داره نگاه میکنه صفت داره مورو نگاه میکنه آره چیره تو نمیش بخوشتمون آره این کارو هیچ نه تا حالا انجام نداده فقط من کردم فکر کنم چیکار نمی‌کنی فرم خوبی نداره آخه یه ذره ویترینش خوب ویترینش زشته خب ولی با این کار میتونی رولتو تمیز کنی نقاش عزیز رولی که خواهیده شده خوش شده مثلا 80% احتمال داره تو اومد گی بودم بزنه بشه اشکال نداره بزنی میان گیم میان گیم گوز ولی تمیز حرکت ها چجوری دقیقا هم اندازن؟ داداش شما تا آبش نمیریزه بیرون باگی دوشه تو حرکت عمده اگه این کاری که ما کردیم اتفاق بیفته که داره میفته تاثیرگذار واسه تاثیرگذار واسه روند واسه اینقدر راحت میشه ما چی که مثلا جا به جا کنی رنگو نه راحت هم نیست ما دیگه تنیه تمیز در میاد خروجی نهایی آره بابا آره؟ اصلا میگم رنگ ایرانی و داشت ما اینو خب این که نی داره خب یه کپ نیدله دیگه بذار کنارش نی اونو وردار این دوتا رو بکن تو کنار یکی سرش پایینه یکی سرش بالاه یه نی وسطشونه خب یکی سرش بالاه یکی سرش آره پایینه شیشه. رنگ ایرانی و رنگ خارجی رو اینجوری میذاریم رنگ ایرانی رو از پایین فشار میدیم از این ورم کپ اینو میگیریم اینجوری بذار آها یعنی فشار این رنگ این میره آره. تو با چه سیستم پیچیده چونش نمیصرفه ما الان از یوتیوب یاد گرفتیم اینجوری کارو آره داداش من به ارث بردم از بچه‌ها نمیدونم از کجا اومده هاجی بگم از فلان این لاشخوری اسپری چه دنیا بکنم تا حالا نکردن ولی چرا دیدم مثلا فر ببینی همیشه جایی که همیشه جایی که بگایی گرونه داشت بچه‌هاش یه سر تیغو بردار کپ اسپری گشاد کن میشه کالیگرافی تو ایران 5000 تومان پولشه خسخونه چیت کد میزنی دیگه آره. در نهایت ماجرا نه فرق اسپری ایرانی خارجی خیلیه نه آره با یه جوری فرقشه میری باور نمیکنی انقدر فرق دارم با لباس جراحی بهترینه ببین چرا خوراک گرافیتی شورت بپوش شورت تو شواف کن ببین 20 سال دنبال این مونم ببینم چجوری میتونم شورت تو شواف کنم اینو چند سری الان واسه فیت کنی داداش الان یه دست میزنم خب هر سری شو دو دست بزنی تمام میخوایم رو میخوایم بپیچیم ببین آره یکی بود قبلا میومد گرافیتی های اکباتان رو خراب میکرد چرا باید؟ یه سری از افسانه ها میگم بلکند نه بابا بمولا میومد خراب میکرد اسمش جوکر بود آها میومد کسکلک میکرد آره مثلا هست با حالم وندولایی که میان کونه ما میذارم حکایت دوز به دوز داشت مثلا فکر کن این کاره از زیر دست مأمور در رفت از زیر دست شهردار در رفت تو چشمه قرار بشه دهن تو گای کرم خالی بود باشه یعنی عجیب ترین جایی که تا حالا زدی چی بوده بانک حالا خارج از بس واسه خودم مترو بانکه ولی بیلبورد زدی تگ زدم تو رو تگ زدم اونجوری نرف نمیشه بری کار بزنی تگ و تو رو آب زدم من چون خودم یه ریزه فوبیای ارتفاع دارم کلا نمیرم بالا بزنی اسپایدرمن بازی در بیارم در نهایت خیلی ردی بازیه اون حرکت آره اونایی که میرن آویزون میشن این سری کورو است آزار رو میشناسی آزار استاراتو ایرانی هن؟ نه 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 چیزن روسن؟ روسن فکر یا روسن یا
فرانسویان که از چیزم هستن، از پارکور کارتور هم هستن، همه چی هن فکر کنم میدونم توش یه کالچر هن، همه چی دارن، دفید خارو مادرن همه شروع با این یارو تنهابو میرن آویزون میشن یه کار میدن رو کارخونه فلان. و این یارو آخرین چیزی که واسه گرافیتی بود، یعنی اتفاقی که افتاد مثلا پشمای دنیا رو تا حدی ریزوندیم، یه چیزی هم بگم کلن داشت گرافیتی همه جای دنیا داستانه. آره آره میدونی، یعنی اصلا اینجوری نیست که تو حالا غیر قانونی بودنشه. آره اینجوری نیست که تنها به قول کیارستان میگه، میگه تنها آرتی که از زیر دست سیستم در رفت گرافیتی بود. میگیری چی میگم؟ یعنی آره. ما یه جورایی هنوز اون هویت یه کوچ کوسچر این حرفو زنده مونده، ولی ایده اولیه ولی در نهایت ماجرا زنده مونده اینه. بعد خودش گرافیتی آرتیست بخوام بگیرن آژیر نمیزنن که گفتش بم نذاشیم باشون، مثلا مال آمبولانس. آره مال آمبولانسه. تازگی های یزیدا رفتن یه دونه تاور خیلی گنده رو چیز کردن، رفتن کار زدن، فکر کن 24 ساعت بعد اینکه تو کل رسانه ها اومدن گفتن بود دهنتون رو گاییدن، روش یه برج سیک طبقه رو زده بودن. این چی میگن 24 ساعت بعدش یه کرو رفت دوباره کار زد. نه بابا داشت دور تا دور اون تابه رو بری ببینی فیلم ها مستنداشو یه متر خالی نره بی ام ایکس رد شه، اینا رفتن بالا داشت کار زدن اومدن پایین. قطار قضیه اش چیه اینقدر این وسط مهمه؟ قطار ببین یه سری چیزا کلا یه سری مکتب داره گرافیتی. خب یکی از جریانایی که قطار داره و محبوبه و اینا یه فلسفه‌ای که داره بهش میگن آل سیتی. تو آمریکا قطار از جنوب شرقی میومده میرفته شمال غربی. آره نیویورک بودن کل آمریکا این قطار رو میدیدن. آره کروهای مختلف میرفتن رو اون قطار کار زدن که اسمشون تو کل آمریکا بچرخه. همینه. خب آل سیتی بشن یه جورایی این قطاره بچرخه. همیشه هم غیر قانونی ترین حرکت ممکن بوده همه جای دنیا. عین وندالیسم. آره آره آره. میگی آره. چی میگم؟ خود خرابکاریه ولی خیلی باحاله. یعنی خیلی حال میده. تو ایران کسی این حرکت زده؟ داداش اولیش بوده فکر کنم. خود اولیش بودی؟ خیلی حرکت ریسکی. من پیستاپ زدم یه سری با سرپاش تگ زدم. من پیستاپاتو دیدم. ولی میدونی من میدونی به چی فکر میکنم؟ من میگم حاجی در نهایت ماجرا اوکلی به گاه رفت. در نهایت ماجرا درش بردین اونی اون بیچاره ای که اونو میاد پاک میکنه یه کارگره. آره. تو خیلی باید احمق باشی که فکر کنی داری تو مترو به سیستم سرمایه داری اعتراض میکنی. کسخالی اگه همچین فکر چی رو کنی خودت بنده خدا باید بیاد میگیرسی. یکی میادش از اون خونه کارگر میاد داداش این چسبه رو داره میکنه، میگه کیرم تو کسه زنید کیرم تو کسه، داره ضریب فوش در ثانیه بهت میندازه. هر غم داره با من داداش. من مثلا رفتم پی استاپم زدم نگم برادان این چسب دو طرفه ها میزنم ولی زیاد میزنم، یه ذره مشقت داره کندنش ولی کنده میشه. یعنی اون آدم حس نمیکنه ببینی. ولی اون بدبختی که مثلا با اسپری و اینا طرفه، حالا تو ایران شما زیاد نیستیم، آره تعدادمون کمه، اگه تو ایران زیاد بودیم قضیه کلا عوض میشد. یعنی مثلا تو هر محله 200 تا گرافیتی آرتیست بود دیگه، مگه میتونستم بگیرم؟ آره آره منو اصلا من میرفتم زیر 1000 تا شادو. میبینی الان مشخصه تو این سه نفر دیگه این ایول این فلان تمام. اصلا کل همین مسیر 3000 تا گرافیتی کلا 15 نفرن. یه بابایی یه مستندی درست کرده بارای شهر فکر کنم اسمش یک و دو داره، من تو دوش بودم اونم اومد. نه اسمش چی بود؟ آبا این جوراب ما به گاه رفت. جوراب آفایتو جوراب آفایتو شواف زیاد کست چه. اسم مستند بارای شهر بود. نشیده بارای شهر بود فکرم سال 90-91 اومده. تو 91 مگه کار میکردی؟ ها؟ تو 91 مگه کار؟ من 90 خط خطی میکردم. نه بابا من 90 جونت میزنم دیوونه تو خیابون بودم. داداش یه فلسفه کس میگه چی؟ میگه از 25 تا 30 باقرزاده است. آه حالا باقرزاده ای؟ من رد کردم، امسال رد کردم. یه سال دو سال رد شد. آره رو گرفتی سه تا بغلش هم بستی. آره دیگه به من میفهمم مثلا قرار داد شهرداری بسته بیاد پاک کنه سفید سفید کرد. خب بچه جمع کنیم بریم. من خیلی چون گشادی زدم اینو، مثلا مدل درستش همینجوری بود که الان زدم یورو دوش. میگم پشمات میریزه. خارجی ها یه کسچری دارن یه دست رول نیما. خب آجی کسکش اینجا چه فشار میگی رنگ میده تو رول؟ نه بابا یعنی میگی یه دست تمشو بزنی بردی، یعنی میگیری دستت بردی. تو ایران کسی مثلا ابزار خفن نره
چیز بشه، حسودیتون بشه. چی بشه؟ ابزار مثلا اسپری خفن داشته باشه، همگی دست رول خفن داشته باشه. بهترین همه دارن، همه چیز خفن دارن. مثلا یه گنجینه است. آره. آخه چیز خفنی هم در نهایت وجود نداره. کارمون توی کانال تموم شد، دوباره برمیگردیم اکباتان، هم واسه اینکه یه تایمی داشته باشیم بشینیم قهوه‌مون رو بخوریم، یه مقدار حرف بزنیم، اختلاط کنیم، هم واسه اینکه تو آینده یه سری دیگه از بچه‌ها بهمون وصل میشن که توی وایس اوور بعدی احتمالاً میریم سراغش. بابا مثلا یهو مثلا وسط کرج محل کاخلی خودمون بود بابا، اون که داشتم سر قرار بود بریم یه پارتی با بچهای خودمون، تولد بچهای خودمون بود، آره تولد مهراد موجود بود، قرار بود بریم خونه مهراد، اینا موقع خزانه بود حاجی، برنامه غلطی بود، قرار بود ساعت 8 شب برسن که ما با مترو ساعت دیگه مثلا 9 اونجا باشیم، ما ساعت 8 رسیدیم اونا ساعت 2 اومدن. این بهت بگم ما تو ساعت 2 چه بلاهای طبیعی غیر طبیعی رو رد کردیم. زامبی پلی اومد بالا سرمون، داشتم جوینت دستم بود، پشتم دیوار بود، یه رفیق داشتم پشتش چمن بود، جوینت رو پشت گوشم در آوردم پرت کردم سمتش، گفتم اینو بندو پشت چمنه، فول دوره برگردون سمتم، جوینت افتاد جلو، مامور اومد بالا سرمون گفت این چیه؟ شیشه نری دوب، یه دونه زد زیر گوشم، گفتم اون شیشه نرم، یکی دیگه زد تو گوشم رفت. آجی توی یه سرسره نشسته بودیم و این جوینت بیچارم اون کرد، آخرم له شد تو تعقیب و گریز له شد، چون تره دو تا دود اومدیم ازش بگیریم، دوباره خفگیر اومد بالا سر، اون گفت گوشی داریم میخوام زنگ بزنم خونه، ما هم واقعا گوشی نداشت، یعنی آجی گوشی نداشت موجود در رو باز نمیکرد، تو را نمیدید، تو تازه بودیم. آره بعد یه یکی بود که فامیل دوره اینا بود، فامیل دوره بچه ها بود، زر بدفاز بود، اومده بود بدفازی کنه اصلا اونجا شروع کنه، بعد ما بچه ها نرسیده بودن، ما تحت تاثیر بدفازی اون یارو بدفاز شده بودیم، یه بومی داشت دیگه پول میدادیم به یه مغازه، یادم اصلا سال 93 چور داشت نزدیک مثلا 50,000 سه نفر آدم به یارو پول دادیم فقط مغازه رو باز نگرداره واقعا ما بمونیم تو مغازش مفتمون رو نبرن. آره آره خزانه فاکین ریاله، یعنی حالا نیفر شما چجوری همه ز تهران موندین؟ من اگه مثلا تهران خیلی فقط به خاطر پولش میارزه، خیلی سخت زندگی توش اونجوری نداره. چرا دا جای دیگه زندگی نکردی؟ نیم آرتا آره نه نه کن مثلا آره. درآمدی که من اینجا دارم همین کار رو نمیدونم چه جزه دیگه واقعا آره. این برم باول سر بشینم مثلا یک دو نصف یک سوم این درآمد دارم. تهران چون تو جوشی همین تو جو کاری، بعد هی انگاری سکونت با اصلا انگار میخوره تو هند. آره 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 شمال هیچ کی نکاری میکنه، اتفاقی میفته. آره دقیقاً همه یه فاز هایبرنیشن، این که مثلا از این تریدرها باشه. آره اونا از خونه میبینید حامد رفته بودیم با حسین سری ولاگ بگیریم، حامد اصلا یه سری آدم دارن اشغال میکنن با یه سری آدم دارن بگاه میرن اینجوری بسط نره. علی اکبر صادقیو میشناسی؟ آره آره رفت اون یه گالریش رفت، موزه هنرای معاصر رو، نه تو معاصر ها، من اونی که توی چیز معاصر بود اکسپورت تمام کارهای این چند سالش بود، من با آستین ماسکاش یه سری 3D پرینت کرده بود، اون گالری رفتم توی من حجومت بریم 4 بار 5 بار اون گالری رو رفتم. خیلی علی اکبر صادقی تمام این کتاب های بخانیم بنویسیم و این کتاب تحصیلی های ما ها رو همه حجی نباشی کرده بود. صادقی خیلی بومده، آره خیلی دیوونه است، یه عکس با من اکوان داره داداش، من میگم ما یه سولید دادیم، سولید چیه؟ بهش میگم متال مارکریه، مارکریه برای علامت گذاری رو آهنه. آره. ما اینو باش میگیریم رو جاهای سخت تگ میزنیم. یه دونه دو تا پوستر ازش گرفتیم، رفته بودیم همون گالری آخریش رفته بودیم، دو تا پوستر ازش گرفتیم، من و اکی بودیم، اکفان دادیم بهش امضا کنه، مارکر نشیم سولیده رو دادیم، اکو یوی نگاه اینجوری کرد این چیه؟ 3-4 بار سرش اینجوری کرد، خیلی پرفورمنس. آره. از این بادی لنگویجش حرف نداره آجی، زیر کاریزما لهد میکنه. آره میدونم دیدمش. آره گفتیم آره مثلا سولید و اینا ما گرافیتی میزنیم، اسم این اکوان من دادخواه هم اینا، گفت دادخواه و یه نگاه به اکوان کرد، اکوان گفت اکوان اسم ایدی و گفت میدونم
آره اسم دیو و علی کساره گفتیم. آره گفتیم گرافیتی میزنیم و اینو گفت فوش ننویسید. فوش ننویسید یه سیس اینجوری هم گرفت دو تا اکس گرفتیم رفت سری. این مستند مؤسس رو دیدیم؟ نه نه ایدم خفنه. نه 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 من هیچی بهت نمیگم اسپویل شد آخر مستند انقدر پیپی میکنه. ببین میگم اصلا باورت نمیشه این بلا رو سرت میاره. اصلا به خدا این بلا رو سرت میاره، هیچ خدای دیگه این بلا رو سرت نمیاره. حاجی اون دوره خیلی بوم، اون دوره تو اصلا دو تا خط صاف کشیدن بلد بودی میلیاردر بودی تو ایران. یعنی کل لوگوهای اون دوره ایران دو نفر زدن زمان اونا ممیز. یه ذره قبل‌تر هم ببین زمان اونجا دو سه تا نقاش زمان چیز بودن، زمان رضا خان بودن، اینو مثلا بانک زد. دیگه خیلی خفن بودن اون موقع. دیگه میدونی که تو بری سیویلای رضا خان و رئال تر بیارید میام زندگیت میشه طلا میگیرن. آره عوض میشه کلا. باحال بود اون موقع. تارگت نقاشا این بوده که برن تو قصر رئیس بکشن، برن تو قصر رو مثلا رئیس بکشن و اینا. یه سری آدم اون بیرون تابلوهای مثلا مکتبی درست میکردن، یاری و مثلا میگیری چی میگیرن. اونا روی رئال گیر کردن، بعد که دکمه شاتر دوربین اومد دخلشون اومد، نصف عکاسا کریرشون تموم شد. مثلا خود عکاسا یه سری نقاش کونگوشات بودن، میدونی مثلا یارو دید دیگه حال نره بشینه رئال بکشه، دید این ردیفه گفت بس برم سراغ اون دکمه شاتر. میدونی اصلا گرافیتی آرتیست حالا نقاشا اکثرا یه جوری هن، کل نقاشا یه حالی دارن که فاز ونگوگو دارن. 80% نقاشای جهان از نظر من فاز ونگوگو دارن. ردی بازی گرافیتی آخری مکتبی بود که اومد حاجی رنده یه تمام مکتب رو زد و از نقاشی اومد شد آخری، و الان هم تو کتاب های تاریخ هنری هست حاجی اسم گرافیتی اومده آخری مکتب اومد. ما ها تنها کسایی بودیم که یه ذره بعد از دوره دالی و نمیدونم پیکاسو و نمیدونم اینا اومدیم مثلا یه ذره صنعتی تر کردیم گرافیتی آرتیست ها از نظر من و به مراتب. ولی خب از اون برم داشت یه سری نقاش از یه دونه پی پی میفروشه 6 میلیارد در میاره. منظورم اون روند مثلا پیشرفتی که داشته از سمت ما به مراتب بیشتر بوده. مایی که میگم ایران نه، گرافیتی کل دنیا. لژند ترین گرافیتی آرتیست کیه به نظره؟ از نظر من لژند آخه میگم حکایت همون سوال است هاجی، همه تو سبک و مکتب خودشون لژند هم. من اگه مثلا بگن لتر میگم زیگی وان کودینگ، اسمش دیره، پدر استایل دنیا هاجی، خیلی دیوونه است، مرده هم علیه. اگه بگم وندال میگم واناپ، خرابکاری واناپ یه دونه است، واناپو بگیری کن جدی نترم وان آپ یک با یه آپ. اینا یه گروه خرابکاری، من حتی یه ترم کجا؟ آمریکا؟ همه جا. آها اکیپ کروه بین المللی دارن. آل کانتری داداش. آره میگم کانتری آل ورد. آره کل کره زمین هنوز یزیدم مثلا میرن دنیای یوگایی که برگ مثلا برعکس شده غرق شده میرن اینا کار میزنن اینجوری دیوونه هنوز خودشون قایق دارن. آره پروسه یه جایی هم مثلا اونجوریه. اگه مثلا مینیمال باشه من کیترینگو بودم از اول. کیترینگو میگم آره مثلا همه میشناسن مینیمال خیلی باحاله ایلاستریشن خیلی باحال. ولی در نهایت ماجرا میگم اصلا نمیدونم کاراکترم خیلی خوب هست حاجی، یعنی تو گرافیتی دنیا حاجی نمیدونم کاراکتر بون خوبه. آره 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 هر کی واسه خودش یه ووسکریسکی یا دست خط داره، بروسلی یا دست خط داره، هر کی میدونی یه دست خط. کی کیسی چجوری به وجود اومد؟ شروع چجوری بود؟ کی کیسی شروع بزن این صحبت ها اینجا جاش خوبه، نورم خوبه. شروع کی کیسی حاجی چجوری بودش؟ کاکا کرو بچه کی کیسی همون کاکا کرو. از کجا شروع شد؟ چرا از بیس کی کیسی میشناسه اصلا؟ آره از نمیدونم از کجا شروع شد، از توی پارک انگار شروع شد. جدی؟ آره من یه سری ایده با یه رفیقی داشتم اسمش فرجی بود، خدا بیامرزتش، بخواستم اون کاکای اصلی اونه. یه سری پلن ریخته شد از اینکه یه کامیونیتی ساخته شه که تمام عناصر هیپ هاپ توش باشن. رفته رفته اومد جلو، حالا اون فرمی که دیگه میدونی آره. شکل گرفت اونه دونه بچه ها دیگه اومدن و تو جریان و کاکا ساخته شد یه جورایی. کورو نبود، ما بهش میگفتیم کورو. آره. همین الان هم کالبود فامیلی داره، میدونی همه یه کوروها به گاه میرن. ما یه جورایی فرمتمون رو طرز فکر ریزا بود، ریزای ووتنگ بود. آره آره آره.
فکر میکنم شبکه سازی قراره یاد بگیری، یک صاحب من و تو رو پیگیری کن، دو برو بالا سر ریزا هیپاپیش میکنه اون بهت صنعت رو یاد میده. فکر میکنم آره از اونجا اومد و عقیده از سمت ریزای ذره هول خورد و ووتنگ و آره اکیپو مثلا فعلا فاز آسیایی داشتن اونا شمشیر و ژاپنی بازی اصلا تومون بود هممون سر ووتنگ، همون جوری هم زیاد بودیم داد ووتنگ بودین از اون موقع. آره با واسه هممون از سر ووتنگ شکل گرفتیم بخواید سیف تول اسکول باز اون موقع بود هممون. آره آره یه نفر بینمون نبوده نیو باز بوده باشه از اول، مثلا دیگه اومد رفته اومد جلوی یه سری کارا دیگه یه ذره عوض شد قبول کردیم که جز کیارس فان رپر هم هست مثلا. ولی نه اونجوری هم اتفاقا ما نبودیم نبودید. آره اونقدر عقاید زیرزمینی چرا مثلا هاردکوری خودمون رو داشتیم، ولی قضیه اینجوری بود که کار صحبت میکنه، هممون یه اتحاد نسبی و بهش رسیدیم، یه فرهنگی رو ساختیم پیش خودمون، شروع کردیم به تبلیغ کردنش. من یادم میاد هیچ وقت اون چینه رو حروم ندونست دور گردن اون بود، من شلوارم برند اون شلوارش برند یعنی این چیزا رو هم داشت میدونی، نمیتونی هاجی فیلتر کنی آره. سری چیزا رو مثلا بیمزه میشه داستان. من یه کاری زدم همون بانکه که بهت میگم داشت، یکی اومد یه نقد خیلی جذابی کرد رندم و زد گفت تو داری به سیستم سرمایه‌داری خوک کتشلواری کشیدی 13 بده رفتی رو بانک نوشتی عیدت مبارک خوک بانکدار، این خوک رو هم چسبوندی اونجا با کتشلوار و اینا، تو داری به سیستم سرمایه‌داری اعتراض میکنی درسته؟ گفتم آره. کفشت چرا ایرفورسه؟ از دور دیکیزه تو دارم میبینم، تنت چرا جک فولفسکی نکسکش تو تا یقه تو سیستم سرمایه داری آمریکا و اومدی میدونی. یکی میاد اینو میگه، یکی اومد کامنت گذاشت گفتم گو بابای من تو بانکه چرا به بابای من میگی خوک زد یکی دیگه میدونی یه سری نقطه نظر اومد اصلا نشون شورندت خوردم اون روز اول را پاک کرد. من اصلا اون اول فهمیدم که داشت اعتراض به این کسوشرا ما بگیم کلوناتی و فلان بدشیش حاجی آنتن نمیده. من داشت من گذاشتم با قول بامداد میگفت جیمو دادن حالشو ببری فاز چیه میگی حرامه میگیری چی میگم منم کتونیه هست بذار ایرفورسم برق بزن بهمیه چی میگم. بعد یه جریانی که وجود داشت میگم داشت اون اومدن هیپ هاپو ما تو ایران میگم از بعد اینکه تو پاکیلومیناتی شد یاد دقیقاً خیلی عجیبه اینا. یعنی یه مجله سورس رو دیدی؟ مجله سورس طرفدار توپاک بود خیلی آره. خب مثلا جلد نصف دهه 90 ببینی نصف جلداش توپاکه. بعد اون به نظر میاد چه خطی دنبال میکنی، به نظر میاد اون مجله چیزی بود که اول اومد رسید دسته یه سری از بچه‌ها تو تهران و واسه همین همه توپاک باز تیر در اومدن. مثلا میدونی آره برعکس اومد یارو نرفت اون چونه سخت رو ببینه، اون چینه رو آره ندید. آره آره مینه رو ندید، اون پول زیاد رو ندید، توپاک از یه سرمایه خیلی عجیبی تخص شد تو روی سیستم. آره بابا ما اینجا از تخص شدن تو روی سیستم تصمیم گرفتیم بریم بالا نمیشه. بعد توپاک رو بعد چیزش دیدن همه، یعنی مثلا توپاک در حال رشدی که داشت همه رو فوشگش میکرد و مثلا کیرش هم نبود چی رو ندیدن، توپاک بعد شهرت رو دیدن که مثلا فاز عرفان دور برداشته آره مثلا ماما جاسلی آره اکتیویسم اجتماعی. این بزرگترین دنده‌ای بود که ما خوردیم و اشتباه بود میدونی، از در زیر زمین اومد تو هی اصلا یه تایمی داشت ما دود گفتم پول در آوردن کفره آره اوتا همون الونی که من شدم میگه چرا پول در میارید NFT چرا میذارید خودت چرا میذارید میدونی چی میگم اصلا بس هم اینکه چرا لباس کثیف بپوشم نگاه ایدئولوژی هم یه من روی اصلا همین حرفی که الون اسمش چی بود؟ کارن رشاد ایده ای که داره میگه منطقه پشتشو میفهمم ها پرکتیکال نیست، یعنی توی دنیایی که مثلا وضع ما اوکی از گشنگی نمیمیریم اوکی یا اون ایده بامزه ایم هست، یعنی با حالم هست فکر کردم راجبش، ولی تو دنیای واقعی مثلا تو ایران پیاده سازی شکم غیر ممکنه از گشنگی میمیریم آره تو این لول اصلا چی پول در نیارم دوش اصلا چی داری میگی واسه چی رفتم سمت این میدونی اول کتاب هنر در گذر زمان مال هلن گاردنر نوشته هنر برای هنر داشت هنرمندی وسط پول در نیاره اصلا گو میخوره هنر خلق کنه نداره حاجی من نوعی هم اصلا میگفت یه مقاله من ازش خوندم توی کلاه پیج خودش آره سایت خودش ویدیو از نظر من رسانه معتبری برای کسایی که میخوان آره سرش به اونم میخوره مال اونه یعنی سرش به آدمای دیگه یعنی تو مثلا خیلی خوب توضیح میداد آره من دنبال میکنم کارش مخاطب غذای خوبیه میدونی ولی مثلا به کسی که کار میزنه میگه گرافیتی آرتیست مزدور مسلک داشت من نمیفهمم
تو پول داری در میاری میک کردن، یعنی من کار سفارشی بگیرم موضوع چرا گفتی نفو برو بخون حاج مقاله، یعنی اصلا اینجوریه که دوست ندارم راجع به صحبت. نه من، من یادم یه بار یه چیز عجیب خیلی عجیب غریبی، من خودم خیلی کارو دوست دارم، یعنی به عنوان یه آرتیست به نظر میاد بهترین گرافیتی آرتیست های ایرانه. کسی که مثلا اولین کسایی که تو گرافیتی ایران، مثلا تو گرافیتی مثلا تصویر سازی ایران اون برا جذاب بود مثلا توی این آدمای جدیدتر مثلا ملون بود، ولی میگم جهت گیریش عجیب شده دیگه، توی لولش اصلا اروپا بودنش هم تاثیر بذاره میگی 100 درصد. آره. میدونی بعد یه زمانی ایلون هاجی من میگم کار ایلون بی‌نظیره، حرف خیلی بره. از زمانش جلوتر بود، کاراکترش بده همین یه کوچولو کاراکتر بی‌ادبی داره، میدونی کاراکتر پرخاشگری داره، در نهایت ماجرا ایلون نشانه یه زمانی جزء چند تای اول بوده یا چیزی بدون این کاراکتر میتونست به اینجا برسه به نظرت؟ من فکر کنم یه درصدی اصلا الان کلی گرافیتی آرتست داریم یارو رئال میزنه حالشو میبری خفن. آره دست خطی تو نداری میدونی، تو باید یه جوری تو گرافیک پرینتری مثلا میرزا رو میشناسی؟ آره میرزا رو میشناسی، میرزا خیلی دیوونه. آره آره واقعا اون به من یاد داد دست خط چیه، من ازش پرسیدم چجوری کار بزنم آجی چجوری دستم بیاد، جز اولین کسی بود که ازش سوال پرسیدم، گفت یه جوری کار بزن که بدون اینکه اسمتو اون زیر ببینن بفهمن کارت میدونی چی میگم. الان بی‌نهایت رایتر وجود داره که کارشون بی‌نظیره حاجی، ولی دست خطی نداره، یعنی اون کارو بابای منم میتونه فهم چی میفاکین بره پادیوا دیگه، بقیش مهارت کنکور تمرینه، یه سری چیزه که دیگه تجربی اون قضیه. میگم اون موزیک هم مشکل داریم دیگه خیلی. آره بابا تو موزیک چه داشت همین یه این کپی کردن امضای تا اینکه بخوای دست خط خودتو ایجاد کنی تقریبا خیلی غیر ممکنه. اصلا زیرو تونی وانکید اومد اون مدل دیریلو داد بیرون، دیدی چه شکلی شد زیر شاخهایی که اومد اسپوردنی نیست میشه باز گرافیک چیستره، یعنی خلوتتر بلند کپی کمتر اتفاق میفته، ولی موسیقی تو خیلی شروع شده یه امضا میاد میتر که همه اون امضا رو یه بار میاد. آره دیگه میخوان یه دستی بهش بندازن، الان داشت یه هندونه برداری زیرش دوتا کاسه ماریجوانا هست، سه لنسر، چهار تا رپر، یه نصف کاسه کوک هم هست، یه دونه گرافیتی آرتیست رفته، یه تک زده رفته هاج بدبخت نیست، یه کار دیگه ای شد، یه کم کاسه کوک هست، اینجوری شده. خب تو این تیکه داستان فرشاد به ما اضافه میشه. فرشاد اون روز برنامه خیلی فیکس و پوری داشت، ولی من اصرار داشتم که بیا، چون هم ساشا هم فرشاد هم بقیه بچه هایی که تو طول روز باشون برخورد داشتیم، با اینکه شاید از گوشه های مختلف شهر باشن، ولی همشون در نهایت عضوی کامیونیتی خیلی نزدیک به هم و چی میگن؟ فشرده بودن که تو طول سالها با هم ارتباط داشتن، همدیگر رو دیدن، جاهای مشخصی بودن و این داستانم و میریم دوچرخه سواری با هم دیگه میبینم تو بوم. بچه ها فرشاد اومده توی یک باتون بلوک چندی منم؟ 12 ABCDEFG من فرشاد رو نهیده بودم، الان تازه دارم میبینم. خیلی عجیبه همون نهیدیم، خیلی عجیبه همون نهیدیم، ولی حسین هم میشناسه. ببین دیدیم و بقل هم رد شد، من این میشه داشت این کامیونیتی باشه، من میگم نهیده باشه. چه سیسه و عدوانیه که اتونید چیز فروم پاریس هست. ببین باری کلا آدیداس رو هستم، خودم داشت اینجا رو این شعاف نکنم برای داشت دونی روز اون کن کارامل ماکیاتو کارامل ماکیاتو بود چیز شده. من تا یه تحقیقاتی که انجام دادم، بچه های اکباتان بزرگ شدن، همسن ما شدن، پولشون به اندازه نیست که اونام تو اکباتان زندگی کنن، بعد هی دارن حاشیه اکباتان دور و دورتر میشن. باز آره باز همین خود اکباتان یکم خلوتتر شده. همونقدر آدم توی شاجی، ولی نمیدونم یا اون اکیپ کندوش یه نگاه اندازی شلوغه در نهایت مطلب. آره آره ولی آره یا مثلا نمیشه باش، من نوعی نمیتونم این تو خونه بگیرم. آره آره واقعا نمیتونم خونه خودم رو بگیرم، یه چیز محاله بخوای حساب کن. رفیق داری تگم میزنه، امضام میزنه، یه مامور اومد بلوک 18 نشسته بودیم، بعد بالا سرمون گفت بچه های کجا این فلان قاطی، بچه های کجا این، هر کی گفت من بلوک 10 مون، یکی گفت 12 مون، یکی گفت 9، من گفتم 16 مون، یکی گفت فلان فلان، هر کی بلوک رو گفت رسید 30، گفت تو بلوک چندی فلان، گفت بلوک 20. ببین اینجا 5 تا بیمه داره، 10 تا بلوک داره، واسه تو خونتون کجاست؟ یه دور 20 تا داره. من دهنگ گویده زری به اینکه من 16 ام تو قبل من کمتر بگو، کمتر بگو 16 20، یعنی به اختلاف یه دونه هم گمنه دارش با سیگار ویتامین قه داره زکه با خوبه، ولی من توصیه نمی کنم. بابا تو این از کجا در میاری؟ خدا آها الان تازه
اوه این چه ارتفاعی داره. بدفازه. نه بابا اشغاله، بریم بابا. بچه ها من تو این پروسه اینجا یه کس ریزی شدم، کس ریز که چرس کنم، از جلوی دوچرخه پرچم هم افتادم. آره دیگه اینجوری شد که برنامه کوتاه‌تر شد و به درمانگاه داره ختم میشه. موچ چپ هم واخت دادم. اینجاست. ببین مقداری برام داره. آره این مچ، این مچ مقدار برام داره. در میارم واقعا. اینا گنده شد. ساعت گذشت چی؟ این مچ احتمالاً از دست رفته فعلا. حالا تو روزهای آتی می‌بینی. اون دستش کیبورد دمیدی. چپه آره به درد نمیخوره. آفرین. بچا با این تگ امشبو تموم می‌کنیم. هود ولاگ ساشا دادخواه یک بازی. اشکی. KKC for L. For L. بوم بوم تلات دنگ دنگ بچه ها شب بخیر ساشم شبتون بخیر گرافیتی بشت آه. آره آه ببین آی گرافیتی همیشه حال میده گرافیتی فورل آره فورل اوکا فورل اشکی موچه دست فورل موچه دست